رهبران مالی گروه 20 اجلاس مشترک بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن را با تعهد به همکاری و نظارت بیشتر بر اقتصاد جهانی پایان دادند. پس از گذشت 2 سال از بزرگترین رکود اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم، در حالی که اکثر کشورهای جهان از رشد اقتصادی نسبتاً بهتری برخوردارند، ولی مقامات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی میگویند که برای بهبود وضع زندگی اکثریت قریب به اتفاق مردم، تدابیر و اقدامات انجام شده کافی نیست و جهان در لبه پرتگاه سقوط به بحران دیگری قرار گرفته است. در حالی که در اجلاس 3 روزه واشنگتن، رهبران مالی گروه 20 در مورد بدهی سرسام‌آور برخی از کشورهای عضو، پایین نگه داشتن عمدی ارزش برابری واحدهای پولی و فجایع سگانه ژاپن ابراز نگرانی کردند، ولی مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بیم دیگری داشتند. دامینیک اشتراسکان، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول که نگران شمار نجومی بیکاران در جهان است، گفت تصور این که رشد اقتصادی مشکلات دیگر را تحت الشعاع قرار خواهد داد دیگر کارساز نیست. او با اشاره به قیام مردم در شمال آفریقا و خاورمیانه از رهبران جهان مصرراً خواست تا علاوه بر تمرکز بر رشد اقتصادی اطمینان حاصل کنند که سیاست‌های اقتصادی آنها برای مردم کار ایجاد خواهد کرد. و رابرت زلیک، رئیس بانک جهانی، در نطق پایانی اجلاس واشنگتن هشدار داد که جهان در لبه پرتگاه سقوط به بحران جهانی دیگری است. آقای زلیک نرخ بالای تورم را بزرگترین تهدید برای گسترش فقر در جهان عنوان کرد و گفت که افزایش فزاینده قیمت مواد خوراکی کشورهای فقیر و در حال رشد را تهدید و بقای نسل حاضر را به مخاطره انداخته است. رئیس بانک جهانی تشریح کرد که افزایش قیمت‌ها در سال گذشته 25%، یعنی 44 میلیون نفر بر تعداد افراد ندار افزود و تداوم افزایش قیمت‌ها در سال جاری نیز دست کم 10 میلیون نفر دیگر را به زیر خط فقر خواهد کشاند. کوروش نادری، صدای آمریکا.